عمل جراحی پروستات گام مهمی در جهت مدیریت بیماری های مرتبط با پروستاته. چه شما یک پروستاتکتومی رادیکال، برداشتن کامل پروستات از طریق مجرای ادراری یا حتی جراحی پروستات با کمک فناوری روباتیک داشته باشید، در هر صورت باید دستورالعمل های مراقبتی بعد از عمل رو در پیش بگیرید تا بتونید به خوبی سلامتیتون رو به دست بیارید و دوره بهبودی رو پشت سر بذارید. سلام، من محمد زارعی هستم، مدرس بیماری های داخلی جراحی. به کانال یوتیوب دکتر خوب خوش اومدید. در این ویدیو مهمترین نکات و دستورالعمل مراقبت های بعد از جراحی پروستات رو مرور میکنیم. بریم سراغ مراقبت های فوری بعد از جراحی پروستات. به فاصله کوتاهی بعد از عمل با هر تکنیک و روشی که انجام شده بود، برای نظارت کامل توی وضعیتتون و مدیریت عوارض جانبی بالقوه، شما را به یک اتاقی میفرستم به اسم اتاق ریکاوری. اینجا جاییه که متخصصان و پزشکان علائم حیاتی شما را از نزدیک زیر نظر دارن و قبل از انتقال به یک اتاق معمولی در بخش بستری اسپینا پیدا میکنن که شما کاملا هوشیارید و وضعیت ثابتی دارید. براتون سون میذارن و در بیشتر موارد سون یا کاتتری که برای کمک به تخلیه ادرار از مثانه براتون جایگذاری میشه کمک میکنه تا راحت‌تر ادرار کنید و حجمش براشون مهمه که چه مقدار ادرار کردید و برای یک دوره خاص در محل میمونه. درد رو به خوبی مدیریت میکنن و همچنین باید بدونید که تجربه درد یا ناراحتی بعد از عمل در جراحی پروستات طبیعیه، ولی خب مسکن داده میشه. و تیم پرستاری شما مطابق دستورالعمل مراقبت‌های بعد از جراحی پروستات هر طور که صلاح باشه درد شما رو با روش‌های مختلف مثل تزریق وریدی و مسکن‌های خوراکی تسکین میده. اونجا مرتبا مثانه شستشو داده میشه تا هیچ لخته خونی تو محل عمل باقی نمونه. یه شب تا صبح معمولا مرتبا شستشو انجام میشه. بعد از این کارا شما ترخیص میشید و در طول اقامت در بیمارستان برونده ادراری، علائم حیاتی و هر عوارضی که ممکنه وجود داشته باشه کنترل میشه. پزشک و تیم پرستاری همچنین در مورد جنبه‌های مختلف روند بهبودی شما رو راهنمایی میکنه تا توی خونه دچار سردرگمی نشید. در واقع تمام اصول مراقبت‌های بعد از جراحی پروستات رو به شما آموزش میدن و در نهایت ترخیص میشید تا دوره ریکاوری رو در خانه پیگیری کنید. مدیریت درد و ناراحتی جراحی پروستات در خونه حالا به چه صورته؟ بعد از جراحی پروستات ممکنه در خونه درد، ناراحتی یا تورم داشته باشید که در این صورت داروهای مسکن تجویز شده و شما باید طبق دستور پزشکتون اونها رو مصرف کنید. این داروها به تسکین درد و افزایش راحتی کلی شما در طول روند بهبودی کمک میکنه. استفاده از پد گرم کننده یا حتی کمپرس یخ در قسمت تحتانی شکم و کشاله ران میتونه درد و ناراحتی شما رو تا حدی تسکین بده و تورم رو هم کاهش بده. اطمینان حاصل کنید که دستورالعمل مراقبت‌های بعد از جراحی پروستات در مورد مدت زمان استفاده از کمپرس گرم و سرد رو حتما رعایت کنید. در نهایت داشتن مقداری فعالیت فیزیکی مثل پیاده روی و قدم زدن هم میتونه به کاهش درد هم کمک کنه. مراقبت از کاتتر ادراری و برداشتن اون هم مهمه. کاتتر یا همون سوند ادراری نقش مهمی در تخلیه ادرار از مثانه در مراحل اولیه بهبودی داره. مراقبت مناسب و برداشتن نهایی کاتتر یه امر ضروری در مراحل مراقبت‌های بعد از جراحی پروستاته. دستورالعمل‌های ارائه شده توسط پزشک رو در مورد نحوه تمیز کردن کاتتر و اطراف اون رو برای جلوگیری از عفونت دنبال کنید. رعایت بهداشت مناسب برای به حداقل رسوندن خطر عوارض بسیار مهمه. برداشتن کاتتر معمولا توسط یه پزشک یا پرستار انجام میشه. زمان برداشتن سوند بسته به نوع جراحی و پیشرفت فردی شما متفاوته. پزشک شما تشخیص میده که چه زمانی برای برداشتن کاتتر مناسبه. قبل از برداشتن سوند هم معمولا چند ساعت اون رو با چسب میبندن تا حجم ادراری توی مثانه پر بشه، مثانه‌تون عادت کنه به اینکه باید خودش دیگه از این به بعد ادرار رو داشته باشه، یعنی به صورت ارادی این کار انجام بشه و بعد از اینکه اطمینان حاصل کردید میتونید سوند رو خارج کنید. اما توصیه‌های غذایی بعد از جراحی پروستات. یکی از مهمترین جنبه مراقبت‌های بعد از جراحی پروستات داشتن یه رژیم غذایی سالم و متعادله. بعد از جراحی پروستات بسیار مهمه که برای تأمین آب بدنتون سعی کنید مایعات
فراوون بخورید، به خصوص آب زیاد. دریافت آب کافی به دفع سموم از بدن کمک میکنه و باعث بهبودی سریعتر میشه. با این حال برای جلوگیری از دفعات مراجعه به توالت، مراقب مصرف مایعات خود در طول شب باشید. غذاهای سرشار از فیبر مثل میوه ها، سبزیجات، غلات کامل و حبوبات رو توی رژیم غذاییتون بگنجونید. این غذاها میتونن به جلوگیری از یبوست کمک کنن. بعضی از غذاها و نوشیدنی ها مثل غذاهای تند، کافئین، الکل و نوشیدنی های گازدار میتونن مثانه رو تحریک کنن و علائم ادراری رو بدتر کنن. بهتره از مصرف اونها در دوره نقاهت خودداری کنید یا اونها رو محدود کنید. فعالیت بدنی و ورزش بعد از عمل جراحی پروستات چطوریه؟ در فرایند مراقبت‌های بعد از جراحی پروستات گفته میشه که به طور تدریجی فعالیت بدنیتون رو از سر بگیرید و کم کم اونها رو زیاد کنید. یعنی اولش با پیاده روی کوتاه شروع میکنید، بعد به تدریج فاصله و سرعتتون رو بیشتر میکنید. پیاده روی کمک میکنه که گردش خونتون بهتر بشه، قدرت عضلانیتون برگرده و از لخته شدن خون توی اندام‌های تحتانی مثل پاها جلوگیری میکنه. تمرینات کف لگن که به عنوان تمرینات کگل هم گفته میشه میتونه به تقویت ماهیچه‌های پشتیبان مثانه کمک کنه. توی اینترنت هم سرچ کنید میتونید حرکت هایی که مربوط به ورزش کگل هست رو به راحتی پیدا کنید. به تدریج طبق توصیه های تیم پزشکی به فعالیت معمولی و ورزشیتون برگردید. مراقب هر گونه ناراحتی یا درد باشید و بر اساس اون مدت زمان و شدت فعالیت های خودتون رو تنظیم کنید. خب حالا بپردازیم به عوارض بالقوه بعد از عمل جراحی. در حالی که اکثر جراحی‌های پروستات نتایج موفقیت‌آمیزی دارن و بدون عارضه نتایج حاصل میشه، اما آگاهی از عوارض بالقوه که ممکنه در طی دوره بهبودی رخ بده برامون خیلی مهمه. لازم از مواردی که در ادامه میگم آگاه باشید و در صورت بروزشون حتما به پزشک مراجعه کنید. اگر بعد از جراحی پروستات متوجه علائم عفونت شدید مثل افزایش قرمزی، تورم، گرما یا تخلیه در اطراف محل جراحی، طبق دستورالعمل مراقبت‌های بعد از جراحی پروستات باید به سرعت به دنبال کمک پزشکی باشید. علاوه بر این اگر تب شدید، درد شدید یا مشکل در ادرار کردن دارید، ضروریه که فوراً به پزشک مراجعه کنید. مورد بعدی مشکلات ادراریه. در حالی که برخی از علائم ادراری در طول دوره بهبودی مورد انتظارن، اما بعضی از اونها ممکنه به مراقبت پزشکی نیاز داشته باشن. اگر احتباس مداوم ادرار، ناتوانی در ادرار کردن، وجود خون در ادرار یا فوریت یا تکرار ادرار شدید دارید، به طوری که فعالیت‌های روزانه شما رو مختل کرده، برای ارزیابی باید به متخصص اورولوژیست خودتون مراجعه کنید. مورد بعدی خونریزیه. در بعضی موارد ممکنه خونریزی بعد از جراحی رخ بده. اگر متوجه خونریزی بیش از حد چه از طریق سوند ادراری یا توی ادرارتون شدید یا اگر لخته های خون رو دفع کردید، مهمه که فوراً با پزشکتون تماس بگیرید. مرسی که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. اگر سوالی داشتید کامنت کنید، شخصا پاسخ میدم. یا حق.